سام عسقری به خاطر خیانتی که بریتنی بهش کرد از اون جدا شد و از هم به صورت رسمی طلاق گرفتن. با ما همراه باشید، راجبش صحبت میکنیم. سلام به همراهان همیشه کانال زرد تیوی، به کانال خودتون خوش اومدید. خب راجب سام عسقری و بریتنی اسپیرز چندین ویدیو توی کانال قرار دادم، ماجرای ازدواج این دو نفر و رابطهشون و اینکه رابطه‌های پرتعدادی رو بریتنی قبل از سام عسقری تجربه کرده بود رو توی یه ویدیو به صورت مفصل براتون گذاشتم که اگه دوست داشتید میتونید اون ویدیو رو هم تماشا کنید. اما برگردیم به ماجرای طلاق بریتنی و سام. بریتنی اسپیرز خواننده معروف آمریکایی که در حال حاضر 41 سال سن داره، سال گذشته با سام عسقری مدل و بدنساز معروف ایرانی که 29 سال سن داره و حدود 12 سال اختلاف سنی دارن ازدواج کردش. ازدواجی که حاشیه‌های زیادی توی رسانه‌های داخلی و حتی آمریکایی داشتش. ولی خب این ازدواج فقط 14 ماه دوام آورد و این دو نفر از هم جدا شدن. گفته شده که دلیل جدایی این زوج که سال 2016 یعنی 7 سال پیش با هم وارد رابطه شدن و به صورت رسمی سال گذشته با هم ازدواج کردن خیانت بریتنی بوده. بر اساس گزارشی که TMZ منتشر کرده، سام اعتقاد داشته شایعه خیانت بریتنی در سفر اخیرش حقیقت داشته و این زوج یک دعوای بزرگ در این مورد داشتن. و سپس سام هفته گذشته خونش رو ترک کرد. البته این قسمت از خبر هیچ توسط منابع رسمی تایید نشده، ولی گفته شده که این دو نفر در حال حاضر با هم زندگی نمی کنن و در پروسه طلاق هستن. همچنین گفته شده که هنوز معلوم نیست سام عسقری از درآمدی که بریتنی در سال اخیر بعد از ازدواجش داشته بر اساس قوانین مبلغی رو دریافت خواهد کرد یا نه، ولی احتمالاً همچین چیزی نخواهد بود. گفته شده سام عسقری مسیر جدایی رو انتخاب کرده و براش چیزای مالی مهم نیست. در زمان ازدواجم یه قراردادی بین بریتنی و سام عسقری منعقد شدش که در صورت جدایی سام عسقری اموال بریتنی رو تصاحب نمی‌کنه، چون طبق قانون آمریکا اگه یه زوج رسمی بخوان از هم جدا بکنن کلیه اموالشون باید تقسیم بشه. خیلی هم شایعه کرده بودن که کلن سام عسقری برای ثروت بریتنی پیش قدم شده بوده، ثروتی که عدداش خیلی زیاده و احتمال داره که سام رو وسوسه بکنه که بخواد بریتنی رو اذیت بکنه. ولی اینطور که مشخصه سام عسقری حتی حاضر شده اون قرارداد رو هم امضا بکنه و هیچ توقع مالی از بریتنی نداشته باشه. البته که خیلی از منتقدا گفته بودن که این ازدواج احتمال خیلی زیاد دوامی نخواهد داشت، چون بریتنی یکی از رکوردداران جدایی و طلاق توی جهانه. هم رابطه های پرتعدادی داشته و توی اکثر رابطه هاش هم خیلی دوام نیاورده. حتی رکورد گینس سریع ترین طلاق جهان هم مربوط به بریتنیه که 24 ساعت بعد از ازدواجش رسما طلاق گرفت. توی این اینستاگرام بریتنی و سام عسقری هم اکثر پست‌ها پست‌های دو نفره و عاشقانه‌ای بودش که با همدیگه منتشر کرده بودن، ولی خب الان اگه سر بزنید به پیجشون تک و توک عکس دو نفره می‌بینید و تمام پست‌های عاشقانه‌شون حداقل از اینستاگرامشون حذف یا آرشیو شده. حتی عکس‌های مربوط به عروسیشون که سام عسقری توی اون پست بریتنی رو زن رویاها و آرزوش خطاب کرده بود هم از اینستاگرام برداشته شده. باید ببینیم که این ماجرای طلاق چقدر جدی میشه و آیا این دو نفر به صورت رسمی و قانونی هم از هم طلاق میگیرن یا نه. آیا بریتنی بعد از سام هم دوباره سراغ ازدواج رسمی میره یا نه. حتما نظرتون رو برام تو بخش کامنت ها بنویسید. پیشنهاد میکنم اون ویدیوی مفصلی هم که راجع به روابط پرتعداد بریتنی ساخته بودم توی کانال موجوده تماشا بکنید. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوهایی که روی صفحه هست رو تماشا کنید.